زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما با شما هستم با چهار موضوع مهم و تحلیلی لغو سفر پزشکیان با آذربایجان احتمال حذف در باکو بیانیه وزیر دفاع اسرائیل تصمیم به حمله گرفته شد اینترنت آزاد در ایران رژیم کاری از دستش بر نمی آید آمریکا هم پایگاه های سپاه در سوریه را منهدم کرد. پیش از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم بر اساس برخی گزارش های منتشر شده در رسانه های داخلی سفر برنامه ریزی شده ی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی کاپ 29 لغو شده و او عازم این نشست نشده است بر اساس اخبار رسیده مهمترین دلیل لغو سفر پزشکیان با آذربایجان ترس ترور وی توسط عوامل موساد در خاک آذربایجان بوده شواهد نشان میدهد که کشته شدن رئیسی بدون همکاری باکو امکان پذیر نبود. رادارهای اسرائیلی که در مرز این کشور با ایران نصب شده بود، باعث گم کردن مسیر بالگرد رئیسی و در ادامه انفجار خفیف بیسیم داخلان و سقوط بالگرد مرگ سرنشینان را رقم زده بود. با این همه مقام های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه اشاره به این مسئله نکردند. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه 21 آبان به نقل از یکی از اعضای شورای اطلاع دولت خبر داد رئیس جمهوری قرار نیست برای شرکت در اجلاس کاپ 29 به باکو برود این روزنامه دلیل این تصمیم را حضور اسرائیل در این کنفرانس اعلام کرد این در حالی است که حبیب الله عباسی مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز دوشنبه 14 آبان به ایرنا گفت پزشکیان برای شرکت در کنفرانس کاپ 29 به باکو خواهد رفت دفتر پزشکیان یا خبرگزاری رسمی دولت هنوز در این زمینه واکنشی نشان ندادند گزارش ها درباره لغو سفر پزشکیان به باکو دو روز پس از هشدار روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره این سفر منتشر شده است کیهان روز دوشنبه نوشت انتظار از رئیس جمهوری کشورمان آن است که نه فقط از حضور در اجلاس خودداری کند که به یقین چنین خواهند کرد بلکه باید دولت باکو را به شدت مورد اعتراض قرار داد یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید وضعیت دیپلماتیک عملیاتی و تاکتیکی برای حمله به برنامه هسته جمهوری اسلامی هرگز به اندازه وضعیت فعلی شدنی واقع بینانه و محتمل نبوده است کاتس اشاره کرد دو حمله تلافی جویانه قبلی اسرائیل به پیشرفت ترین سیستم های پدافندی در داخل ایران در اردیبهشت و مهر ماه 1403 نشان داد که نیروی هوایی اسرائیل تا چه اندازه قدرتمند است. او افسود فرصتی برای دستیابی به مهمترین هدف وجود دارد. خونسا کردن و از بین بردن خطر نابودی اسرائیل. امروز یک اشتراک نظر گسترده ملی و دفاعی وجود دارد که ما باید برنامه هسته رژیم ایران را خونسا کنیم و این درک وجود دارد که این امر نه تنها در جبهه امنیتی بلکه در جبهه دیپلماتیک قابل انجام است. روزنامه اورشلیم پست می نویسد در همین ارتباط بسیاری از مقامات از جمله نخست وزیران سابق نفتالی بنت و یایل لاپید خواستار حمله نیروی هوایی به برنامه هسته ایران در عملیات هوایی روز اتوبوس های پاسخ شده بودند تحت فشار دولت جو بایدن بنیامین نتانیاهو از حمله به تاسیسات اتمی و پالایشگاهی در ایران خودداری کرد و دستور حمله به تاسیسات و سایت های موشکی و پدافندی صادر شد ران درمر وزیر امور استراتژیک پیش از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفته بود وقتی صحبت از تسلیحات هسته‌ای که خطرناکترین سلاح است به میان میآید زمانی که یک رژیم می‌خواهد شما را نابود کند و تلاش می‌کند که سلاح هسته‌ای بسازد باید این تهدید را بسیار جدی بگیرید درمر اخیراً در, در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کرده است با بازگشت مجدد ترامپ به کاخ سفید عوامل داخلی و برون مرزی جمهوری اسلامی علنی تر از گذشته تهدید می کنند که برای حفظ موجودیت نظام دستیابی به سلاح اتمی ضروری است. در واکنش به یک آزمایش موشکی در حوالی شاهرو احمد نادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است پرتاب موشک قاره پیما موضوع جدید نیست و روال نظامی ما در توسعه موشک های بازدارنده همین بوده و هست آنچه باید به زودی انجام شود و تا الان هم دیر شده آزمایش اتمی و اعلام رسمیان است این یعنی بازدارندگی حداکثری اخیرا حسین موسویان سفیر سابق جمهور اسلامی در آلمان نیز در مقاله با عنوان تاثیر پیروزی ترامپ بر استراتژی امنیت ملی ایران نوشت در دکترین جدید امنیت ملی جمهوری اسلامی یکی از عناصر دستیابی ایران به سلاحهای هسته و بازدارندگی هسته است وزیر دفاع جدید اسرائیل همچنین در نخستین دیدار رسمی با مقامات این کشور پس از انتصاب به پست وزارت دفاع اعلام کرد که کشورش به جنگ علیه گروه حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. کاتس شامگاه دوشنبه 21 آبان در نخستین دیدار با رئیس و اعضای ستاد کل ارتش اسرائیل گفت در لبنان آتشبسی در کار نخواهد بود و سخنی از توقف موقت نخواهد شد او افزود به وارد کردن ضربات با تمام توان به حزب تا دست یابی به اهداف جنگ ادامه خواهیم داد آقای کاتس روز سه شنبه 22 و مابان ماه نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت در دیدار با اعضای ستاد کل ارتش بر ادامه سیاست کشورش تاکید کرده که آتش بس یا توقف موقت جنگ در لبنان در کار نیست او اضافه کرد عملیات درخشان و قوی ما علیه حزب الله و از بین بردن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله تصویری از پیروزی است و ما باید با تمامی قوا به حمله به حزب الله ادامه دهیم تا تمامی اهداف جنگ محقق شود به نوشته او اسرائیل با هیچ توافقی که حقوق ما برای جلوگیری از ترور، خلع سلاح حزب راندن نیروهای این گروه تا پشت خط لیتانی و بازگرداندن امن مردم شمال اسرائیل به خانه های خود را تضمین نکند، موافقت نخواهد کرد. دتی بود در واقع میشه گفت تقریبا از زمان آغاز جنگ از یک سال و یک ماه پیش که حماس به اسرائیل حمله کرد مقامات اسرائیلی کمتر درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی صحبت میکنن اما در طول هفته های گذشته ما میبینیم که در طول دو سه هفته گذشته دوباره در واقع در این مورد بیشتر صحبت میکنن دیروز ما دیدیم که هم در واقع وزیر دفاع جدید اسرائیل در این مورد صحبت کرد هم وزیر خارجه جدید اسرائیل در این مورد صحبت کرد چند تا دلیل رو برای اینکه دوباره در این درباره این موضوع به این صورت صحبت کنند میشه آورد یکیش در واقع در بعد نظامی هست از یک طرف حزب الله به شدت ضعیف شده قدرت نظامیش رو از دست داده همچنان اگر حتی با قبول کنیم صحبت مقامات اسرائیلی که میگن 80 درصد در واقع تسلیحات حزب الله از بین رفته این که در واقع این گروه شاید چیزی نزدیک به سی هزار هر روز راکت و پهپاد داره که خیلی از کشورهای جهان به این تعداد ارتش هاشون راکت و پهپاد ندارن اما به شدت ضعیف شده و همواره یکی از نگرانی های اسرائیل در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی همین حزب الله بود این که در واقع اگر اسرائیل با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه حزب الله واکنش شدیدی نشون الان این نگرانی تا حدی برطرف شده دومیش در همین زمینه حالا نظامی موضوع خود ایران هست در واقع جمهوری اسلامی با دو حمله ای که به اسرائیل کرد در واقع پای اسرائیل رو جنگنده های اسرائیل رو با آسمان ایران باز کرد و در در واقع در دومین عملیاتی که اسرائیل به صورت آشکار در جمهوری اسلامی داشت بخش عمده از دفاع هوایی جمهوری اسلامی هم از بین رفت موضوعی که خود اسرائیل کاتس هم در واقع در این صحبت هایی که دیروز داشته بهش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی الان چه از نظر عملی و نظامی و چه از نظر روانی بسیار آسیب پذیر شده در برابر اسرائیل من تلاش ها هنوز ادامه داره و صحبت ها هم ادامه داره ما دیروز شاهده این بودیم هم همین وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاس و هم وزیر خارجه اسرائیل در این مورد صحبت کردن گفتن که اگر پیشنهاد خوبی باشه میپذیرد از طرف دیگه اکسیوس میگه وزیر امور استراتژیک وزیر امور راهبردی اسرائیل روندرمر هم که به آمریکا رفته در دیدارهایی که هم با ترامپ و هم با مقامات کنونی کاخ سفید در روزهای یک شنبه و دو شنبه داشته به اونها گفته که نتانیاهو علاقمند هست که جنگ با حزب الله رو در طول چند هفته آینده تمام بکنه اما از یک طرف دیگه در واقع خود وزیر دفاع اسرائیل که دیروز یک چیزی گفته بود امروز یک توییتی زده که کمی متفاوت هست گفته که جنگ با حزب الله تمام نخواهد شد تا به همه اهداف اون برسیم حالا باید دید کدوم در واقع کدوم طرف درستتر میگه و به کجا خواهد رسید روز گذشته خبری توسط یک خبرنگار فناوری در ایران منتشر شد مبنی بر تلاش بیفایده جمهوری اسلامی برای بستن دسترسی مردم به استالینک این خبرنگار در توییتی نوشته وزارت ارتباطات به یو اتحادیه بین المللی مخابرات شکایت کرده که استالینک های داخل ایران کار میکنن و باید جلوی اونها گرفته بشه نروژ هم گفته هر دیش استالینکی که پیدا کردید داخل ایران بگی تا ما اطلاعاتش رو به استالینک بفرستیم تا قطع کنن. ارتباطات هم گفته مساحت و جمعیت ایران زیاده و به خاطر اندازه کوچیک دیشای استالینک قادر به پیدا کردن اونا نیستیم. ایالات متحده در بخشی از نامه سیام آبانش در جواب به اینکه درخواست ایران شدنی نیست به قطنامه 22 اشاره کرده و گفته ممکنه دیشهایی در کشور مجازی خریداری و به کشور غیر مجازی مثل ایران برده بشه به این معنی نیست که استالینگ باید میلیون ها دیش مجاز خریداری شده رو ردگیری تا استالینگ های غیر مجاز رو پیدا کنه چون این درخواستی از سمت ایران نه و نه عملی به نظر میرسه با طولانی شدن جلسات در آیتیو و تکراری شدن استدلال های طرف روند شکایت ایران از استالینک به نتیجه این نمیرسه. کاربر ایرانی نیز در این باره نوشته وزارت ارتباطات از اینترنت ماهواره ای شکایت کرده که دیش های استالینک در ایران غیر قانونیه و باید جهاش رو بگید تا قطع کنیم اونو هم گفتن از این خبر نیست و قابل پیدا کردن هم نیست خدا حافظ فیلترینگ اینترنت هم شد مثل دیش های ماهواره دیگه دستتون به جایی بند نیست. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش روز دوشنبه 21 آبان به نه هدف مرتبط با حکومت ایران در دو منطقه در سوریه حمله کردند. سنت علت این حملات را پاسخ به تجاوزات 24 ساعت گذشته نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی به منافع ایالات متحده در منطقه عنوان کرد. سنت کام تاکید کرد با این گونه اقدامات توانای گروه های وابسته به تهران برای برنامه و انجام حملات و آینده علیه نیروهای آمریکا و اطلاف در منطقه را کاهش خواهد داد سنت پیش از این نیز به دفعات گروه های مرتبط با ایران در سوریه و عراق را هدف حملات خود قرار داده است آمریکا در حال حاضر حدود 900 پرسنل در سوریه و 2500 نیرو در عراق دارد مأموریت این نیروها ارائه مشاوره به نیروهای محلی برای مبارزه با گروه داعش است یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.